Weitermachen. Ich mache das auf Englisch. Hey, what are you capturing here? Oh my god, look at this! How did you get it? Man, can you explain it? Easy! Just keep watching! برای نقاشی کردن چشم به این ابزارالات نیاز داریم. یک مداد فشاری معمولی، 5 دهم کافیه. اگه مداد 5 دهم نداریم میتونیم یک دانه هاشبه استفاده کنیم. و مداد بعدی که نیاز داریم به 3 عصب به جای از این میتونیم 6 به استفاده بکنیم یا 2 به یا 4 به. میام یک پاکونی هستم به حالت مداد مارکش اینا یا میتونید برای کشتن موجه ها و اپرو استفاده کنیم. دیگه چیزی که نیاز داریم یک پاکون هست، یک پاکون خمیری است، بسیار پاکون عالیه. توی ویدیوی Interiors Tools اینا را توضیح میدم که چه کاربردهایی دارن و چه مزایایی دارن. گوش پاکون نیاز داریم برای محو کردن به عنوان یک بلندر. میبینید که قبلا استفاده کردمش ولی خب نوعیشه میگیریم. بعد بعضی موقع با پاکون نمیشه همه جای سفید کرد، دوباره از این خاطر از غلطگیر استفاده میکنم. یه غلطگیر سمت چپ یکی مخصوص هنر است، کارهای هنری انجام میشه باش، و او یکی دیگه هم خیلی معمولیه. خب دستانی ابزارهایی هست که ما نیاز داریم، همچنین یک تراش. برای نقاشی کردن چشم خیلی راحت یک دایره میکشیم، یک خط وسط مشخص میکنیم، خط وسط چشم و یک قسمت گوشه چشم میکشیم. تلاش میکنیم با 3 خط، یک خط اینجا، یک خط این قسمت پایین، با یک خط اینجا وصل میکنیم. خیلی ساده، یک اینجا که هست، یک خط دیگه از اینجا. گوشه ها را یکم با هم وصل میکنیم به حالت کورفه ای. خب پایینم خیلی راحت یک قوس میدیم.
هاشو رو میزنم. در داخل یک دایره دیگه میکشم و از اونجا هاشورها رو به سمت بیرون میزنم و از داخل به سمت بیرون و از بیرون به سمت داخل. بعضی جاها چند بار میزنم، مثل دو بار یا یک بار، دو بار یا یک بار، دو بار یک بار، دو بار و یک بار. و ایر من همه جای دور چشم انجام میدم. نگاه کنید. خب از داخل یه چند تا به سمت بیرون. حالا یک مداد نرمتر میگیریم، سه به گرافیت از یک مقدار نرمتر است و تیره کنندگیش هم بیشتر. همیشه تلاش کنید که مدادتان را خوب تیز نگه دارید، برای که خطوط بسیار دقیق و باریکتر باشه میتونید بکشید. خب وسط مردم که چشم میم سیاتر میکنیم و این کار را انجام میدیم. دور تا دور چشم به هرچی تیره تر چشم قشنگ تر خواهد شد. مجاره به صورت حالت پرشی میزنیم، به صورت بینید. یک خدی از این طرف، یکی از این بر، یکی از این بر، یکی از این طرف دیگه. خیلی ساده. فقط حالت پرتابیش مهم است. یا میتونید شما به این صورت بزنید. خب خط پایین چشم میزنیم، یه قسمت چشم کسی به سمت بیرون میاد یک مقدار. یه خورده سایه میزنیم از دوروبر چشم به سمت وسط. و در وسط چشم یک چند تا خط سیاتر که سایه های موجه از سر اونا رو میکشیم. به این حالت خیلی ساده یک چند تا خط ما اضافه میکنیم در وسط چشم، چرا که موجه ها وقتی توی هم میان به این حالت بدن دیده میشن. وسط مردمک چشم خوب تیره بکنید و همچنین قسمت بالای مردمک چشم، چون سایه روش افتاده و قسمتم سیاه‌تر نمیدونم. و حالا من موجه های خیلی کوچکتر را شروع میکنم، دور تا دور از اینجا بزنم و اینجا سه قسمت دارم برای موجه زدن. در قسمت سمت راست به این حالت، در وسط تقریبا خط صاف هست به سمت بالا، اینطوری بسید خیلی خط صاف میشه چه روی هم میفته. قوسش دیگه دیده نمیشه. در اینجا کسی تر قوسی به سمت چپ داره، اینجا برعکسش. خب بازم در حالت پرشی ولی خطوط کوتاه‌تر رو میزنم. هرچی ظریف‌تر کار بکنید، هرچی با دقت بالاتر کار بکنید، موجهایتان بسیار قشنگ‌تر خواهد آمد. و در قسمت پایین موجه ها خیلی تراکم بیشتر است و اونجا حتما تیره تر است. پس اونجا را تلاش کنید تیره تر انجام بدید و حالت پرشی به صورت پرتابی پایین تیره تر بکنید و به حالت پرتاب که خود به خود اونجا روشن تر میشه. تلاش کنید که مدادتون رو همیشه تیز نگه دارید. بعد از هر چند دقیقه مدادتون رو دوباره تیز بکنید. بله دوباره توضیح میدم به این صورت. ببینید چند خط یک بار به سمت بالا پرتاب به این صورت. از اینکه نقاشی ها خراب میشه اصلا ناراحت نباشید، نقاشی بکشید روی برگایی که نیاز ندارین. این برگرم من نیاز ندارم ولی خب استفاده میکنم. یک طرفش استفاده شده، یک طرف دیگر سفیدی هستن. استفاده میکنیم برای نقاشی و آموزش نقاشی. حالت پرشی اینجا که از دهی صورت هست. سعی کنید خیلی با دست آزاد کار بکنید و عادت نمیشه به صورت. یک چند تا هم موجه های بلندتر میکشیم براش. حالا سایه به این صورت میزنیم.
خب اینجا همیشه تیره تر هستن، گوشه های چشم همیشه تیره تر هستن و زیر مژه ها هر چی تیره تر بکنید قشنگ تر میشه، ولی بستگی به تصویرتون هم داره، به این تصویر ذهنی هست که دارم میکشم و شما میتونید از روی تصویر مقدار تیرگی ها را بسنجید، با هم دیگه مقایسه بکنید که کجا چقدر تیره هستن. وسط چشم یک مقدار تیره تر میکنیم، خطوط زیر چشم میزنیم، سایه های زیر چشم را به این صورت. همطور که میبینید اینجا یه قسمت برآمدگی است، پای خطوط خیلی راحت تر دیده میشه. به حالت مژه‌ها دقت بکنید که چجوری مژه‌ها زده میشه. در بعد از یک مژه‌ها رو زدید میتونید با به این حالت مژه‌هایتون رو پایه‌شون رو تیره تر بکنید. من یک چشم خیلی ساده اینجا براتون میکشم که توضیح بدم کجا تیره تر است و کجا روشن تر. مژه‌ها رو به این صورت میزنید و یه قسمت تیره است، نگاه کنید مژه‌ها و این قسمت ها همیشه تیره است که میبینید، اینجا تیره تر و هرچی به سمتی و میم روشن تر میشه. شما باید تصور بکنید که چشم مانند یک توپ است، یک چیز گرد است که ما فقط یک قسمتش رو میبینیم چرا که بیرون آمده. خب خیلی راحت سایه میزنیم به این صورت خب اینجا قسمت ابرو میشه تقریبا. دقت بکنید به فاصله چشم و ابروها، بستگی به شخصش داره که چه شخصی شما در نقاش میکنید، تقریبا استانداردش اینطوری دیده میشه، ولی خب احتمال چشمای متفاوت وجود داره و خیلی بعضی اصلا ابروهاشون خیلی بالاتر هستن نسبت به چشمشون و خیلی اصلا ابروهاشون خیلی نزدیک هستن به مژه‌ها و ابروهاشون به چشم میشن منظر. خب اینجا رو پاک کردیم و یه قسمت تا را یک بار هاشور میزنیم، هاشورهای بسیار کوتاه به اندازه چند میل، دوباره یک تا نصفش، دوباره یک هاشور کوتاه میزنیم، حالا روی هر دوتایشون یک هاشوری دیگه باز میزنیم، همین عمل بالای چشم دوباره تکرار میکنیم، هاشور بعدی و بلندتر و یک هاشور کوتاه‌تر در ابتدای ابرو و پوست بالای چشم. این مداد B3 بود، B3 هست که تیره تر است. من این حالت حالا انجام میدم، سایه ها را از تیره به روشن انجام میدم با کنترل دست، حالا برعکسش از بالا به پایین، از تیره به روشن. در یک قسمت هاشورهای به این حالت نمیزنم، خیلی راحت نگاه کنید، یه خورده تیره تر از بقیه جایی قسمت چشم که است، تیره تر است نسبت به قسمت بیرونی چشم. خب به این صورت یک چند تا هاشور میزنیم اینجا که خط از بین برم. اینجا تیره تر است. خب اینجا خیلی تیره و پشت چشم رو اینجا رو ما یک همچین سایه میزنیم. اینجا رو دوباره خود باز تیره تر میکنیم. هرچی تیره تر بکنیم جذابیت چشمی که ما میکشیم بیشتر میشه. اینجایی که جای انعکاس چشم هست اونا رو پاک میکنیم. اینجا رو میتونیم دلخواه انتخاب بکنیم که چجور انعکاس رو چشم بشه. شما میتونید چند جای چشم رو انعکاس روشنایی بزنید، هایلایت. من حالا اینجا هم یکی ایجاد میکنم، شاید داخل مردم اگه چشم هم یک چند نقطه بایی بزنم. ببینید یک قسمت اینجا میتونید اینجا هم یک چند تا هاشور بزن. این خیلی مهم است داخل نقاشی که خطوط سفید دیده شد، اینا را که بایی بزنم با میداد بدن میتونید دوباره اصلاح بکنم میشن، یا با باکن با پاکن میتونید شما ابروها را خطوط شانه طوری پاک بکنید. بعضی خطوط یا ابرو هستن که نور بهشون خورده خیلی روشن هستن، اونا رو با پاکون میتونیم دوباره به حالت روشن برگردانیم. یه خورده سایه انجام میزنیم که حالت پوست نشان بدم.
و چشم ما دیگه تقریبا تمام است. با یه خورده نقطه زدن توی قسمت پوست به حالت رئالیسموس درش میاریم که در پایان این نتیجه کار میشه. خب دوستان، امیدوار هستم که از این ویدیو لذت برده باشید. امیدوارم چیزایی که از این ویدیو یاد گرفته باشین به دردتان بخوره. و داخل کامنت بنویسید ویدیو سری بود، کوتاه بود، چجوری بود. خیلی کمک میکنه در ویدیوهای بعدی، همونطور که هر ویدیویی که ویدیویی که من درست میکنم برای شما هستن و از همین خاطر من دوست دارم بدانم که چه ویدیوهایی مورد علاقه شما قرار میگیره و چه ویدیوهایی را شما مورد پسند نیستن. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنید تا که من مطلع شم این ویدیو براش مفید بوده و از این ویدیوها بیشتر تولید بکنم برای چشم، برای دهن، برای بینی، موها و حالت پیشانی و هر قسمت دیگری از چهره شد دست، برای که از ویدیوهایی که من جدید آپلود میکنم با خبر شوید، سابسکرایب فشار بدین تا یک پیام به شما بیاد که ویدیو جدیدی اینجا آپلود شده. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید. روزتان خوش و توی ویدیوهای بعدی هم دیگر رو میبینید. شلق بلق.